سلام به یه منوتو پلاس یک ساعته دیگه با من و سیاوش خیلی خوش اومدین. دو تا مهمون عزیزم داریم تو استودیو امروز که اولیشون آقای ابراهیم همت‌نیا هستن که قرار دور دنیا رو در 80 روز نه چی 800 روز بچرخن. خب حالا که صحبت از ابتکار و نوآوری کردیم وقتش اینو بگیم که مهمون عزیزی الان با ما توی استودیو هست، آقای ابراهیم همت‌نیا که ایشون بنیانگذار مؤسسه خیریه World with No Borders یعنی جهان بدون مرز هستن و یک پروژه خیلی بزرگی در پیش رو دارن که همراه با خلاقیت و ابتکار خیلی زیادیه. حالا بهتره که از زبون خودشون بیشتر در مورد این پروژه بشنویم. سلام علیکم، خوش اومدین به استودیو ما، منزل درویشی ما. سپاسگزارم. میشه یک مقدار بیشتر ما رو با خودتون آشنا کنیم؟ من ابراهیم همت‌نیا هستم، در هلند زندگی میکنم. بعد همونطور که شما فرمودید یک بنیاد رو تأسیس کردم 3 سال پیش، جهانی بدون مرز، World with No Borders، و سعی میکنیم با این بنیاد کمک کنیم به کشورهایی که کمک نیاز دارن برای آموزش و پرورش. یعنی فعالیتتون در جهت بالا بردن سطح آموزش و پرورشه؟ بله بله. حالا الان به اون ارگانیزیشن کاملا به شکل مفصل میپردازیم. الان شما پروژه خیلی زیادی انجام دادین، در قبل الان دارین روی پروژه کار میکنیم که بسیار جالبه. میتونیم یه توضیح در مورد این پروژه بدیم؟ حتما توضیح خواهم داد. اگه اسمی قبل از اینکه من در دیتیل وارد بشم، تصحیح عرض کنم به مردم آذربایجان به خاطر این زلزله اخیر، به خصوص بازماندگان این زلزله، و امیدوارم خداوند بهشون صبر بده. بگردیم به سوال شما که آیا چجوری شروع شد و داستان از چه قرار است. میتونم بگم که من مدت زیادی است که دوچرخه سواری میکنم، مسیرهای طولانی رو دوچرخه سواری میکنم، به کشور آرژانتین، شیلی، ژاپن، چین و پاکستان رفتم سال قبل با دوچرخه. پرواز میکنیم به مسیر، به منطقه، بعد اونجا شروع میکنیم به دوچرخه سواری. بعد در مسیری که در چین بودم به سمت پاکستان داشتیم و شخص سواری میکردیم، یک اتوبانی هست به نام کاراکروم هایوی، از بلندترین پر ارتفاع ترین اتوبان دنیا هست. بعد تقریبا 3800 متر ارتفاع داره این کاراکروم هایوی. بعد هم در مسیر دو شخص سواری فهم کردم که چرا مثلا ما همش روی زمین دو شخص سواری میکنیم، نمیریم روی آب مثلا دور دنیا رو بتونیم به کار بزنیم. بعد در این جهت دیدم که بعد وقتی برگشتم با چند نفر مشورت کردم، بعد گفتن خب خیلی ایده خوبیه و امکان رو غیر ممکن باشه. ولی خب همینطور که ادامه دادیم و بحث کردیم و بحث کردیم، به دوستان زیاد رسیدیم و خلاصه با هم صحبت کردیم، از بچه های دنیا دو چرخ سواری، دنیای کشتی سازان با هم با صحبت کردیم. هم بچه های دو چرخ سوار، هم بچه های کشتی سازان با هم جمع کردیم، یک ادغامی شد از زمین. بله. بعد به این نتیجه رسیدیم که میشود این کارو کرد. بعد دیگه از ماه مارس شروع کردیم به آماده کردن این پروژه. خب این سفر شما قرار چند روز طول بکشه؟ این تقریبا 800 روز، دو سال و نیم. من پس اینجا الان به طور کامل توضیح بدم که قراره که آقای ابراهیم دور دنیا رو در 80 روز، حالا نه 800 روز، یه سفرین بر اومدی دور دنیا رو با دوچرخه و طریق آب بچرخه. آها، یعنی این وسیله شما هم روی خشکی میره و هم توی آب؟ بله، یک وسیله آبی خاکیه، یعنی هم روی خشکی و هم به وسیله نقلیه دور دنیا رو دور میزنید. خب شما هیچ وقت فکر کردین که بعضی از کشورها ممکنه از نظر امنیت اونقدر امن نباشن، به این مسئلهش فکر کردین؟ چه کشوری هستن توی این مسئله؟ چون رو خط اکوادور، روی چی میگن، کمربند اکوادور، استوا، روی خط استوا تقریبا 20 کشور دنیاست. آفریقا هست، آمریکای جنوبی هست، استرالیا با فیجی، جزیره فیجی. بگردیم به سوال شما که آیا خطر امکانش همه جا هست، همه جا دنیا وجود داره، ولی که من فکر میکنم که اگر من خودم اعتقاد دارم به انرژی مثبت انسان ها، من فکر میکنم که اگر شما خودتون رو با انرژی مثبت به استقبال انسان ها برید، فکر میکنم به خطر کمتری مواجه میشید از لحاظ محیط، از لحاظ این که مثلا در حین دوچرخه سواری امکان خطر وجود داره، اونم در روی آب.
درش وجود داره و اون باعث میشه که بیشتر هیجان انگیز میشود این این درست این علاقه داریم به ادرنالین شما. من فکر میکنم که اگر شما همه چیز رو برنامه ریزی کنید این مقدار چیز میشود بورینگ میشود. مثلا شما الان بگیم فردا تا پس فردا پس این فردا بعد یه مدت در دنیا خواهیم رفت. یه سوال تقریبا تخصصی، چقدر شما دارین تمرین های خاصی میکنین برای این مسافرتی که میخوایم برین؟ من از سال گذشته شروع کردم برای دویدن ماراتون، یعنی ماراتون که همون 41 کیلومتر است میدونم، بعد سعی میکنم که روزانه هفتگی هم در حال دویدن هستم، دوچرخه سواری میکنم. همین امروز هم در لندن در کنار تایمز هم دویدیم 10 کیلومتر. این چیزهاست که باعث میشه مقدار از نظر توانایی آپدیت بمونیم. میتونم یه سال در مورد سفرتون بپرسم؟ چه هدفی دارین از این سفرتون؟ چه پیغامی میخواییم بدیم با این سفرتون؟ من فهم میکنم یک مجموعه از چیزهای مختلفه. همونطور که عرض کردم چون تا حالا انجام نشده، این اولین سفری خواهد بود به وسیله انسان دور دنیا به وسیله یک وسیله نقلیه. ولیکن من خودم اعتقاد دارم اگر شما یک کاری میکنید باید یک هدف هم داشته باشه. اینطور نیست که فقط اول نفری باشه که دور دنیا به وسیله یک وسیله نقلیه حرکت میکنید. این است که من میخوام افکار عمومی رو توجهشون جلب کنم به آموزش و پرورش. یعنی ما در دنیا از مشکلات زیاد داریم، یکی از اون مشکلات نداشتن سواد خیلی اصلی ریشه‌ایه که باعث میشه ما در بعضی کشورها، چون که شما میدونید کشورهای توسعه یافته این رو حل کردن به نوعی، بعد کشورهایی که در حال توسعه هستن این رو نمیتونستن حل کنن. سعی میکنم بدین وسیله یک توجهش افکار عمومی جلب کنم به آموزش و پرورش و سعی کنیم تمام انسان‌ها رو به مدرسه بفرستیم. یعنی این آرزوی منه که همه انسان‌ها بتونن از آموزش و پرورش استفاده کنن، به خاطر اینکه اگر اینها از آموزش و پرورش استفاده کنن مشکلات کمتری برای بقیه انسان‌ها پیش خواهد آمد. اگر اینها استفاده نکنن خب جامعه دچار مشکل خواهد شد. ما جوامع مختلفی داریم که از این موضوع رنج می‌برن، یکیش همین جامعه. پس این پروژه به شکل تقریبا مستقیم وصل به این ارگانیزیشنی که شما دارین، جهان بدون مرز. بله. یه مقدار بیشتر در مورد این من بنیاد خیریه رو تأسیس کردم به خاطر این بود که من اعتقاد دارم به این نتیجه رسیدم در زمانی که فکر می‌کردم که همه انسان‌های از یک اصل هستند، ولیکن شرایط جغرافیایی، شرایط آب و هوایی اینها رو تغییر داده. از نظر شکل، فرم، رنگ، از نظر زبان اینا همش تغییر کرده، ولی که از نظر بیس ما هممون یکی هستیم. ولی که ما فراموش کردیم این رو و دچار جزئیات شدیم، دچار روزمرگی شدیم. به خاطر این میخوام سعی کنم، چون بهش اعتقاد دارم، چون میدونم همه ما از یک هستیم، من فهم میکنم تنها راه رسیدن به صلح و آرامش همین انسان ها هستند. درسته. و نمیتوانیم انسان ها رو دور بزنیم و به صلح برسیم، ما باید به وسیله همین انسان ها به صلح و آرامش برسیم. من فهم میکنم که تنها راه این که انسان ها رو بتونیم یک بستری رو فراهم کنیم که بتونن با هم با صلح و آرامش صحبت کنن، همون آموزش و پرورشه که بتوانن با هم دیگه صحبت کنن، بعد در مسائل بعدی میتوانیم با هم دیگه حل کنیم. وگرنه اگر ما آموزش و پرورش نداشته باشیم، اگر نوجوانان ما مدرسه نرن، اینا بزرگ خواهند شد، فردا جامعه شون دچار مشکل خواهند شد. 100%. آقای مدیان، تو این سفرتون خودتون تنها هستین یا اینکه به صورت تیم مسافرت؟ سفر تنهاست. یعنی برای شما 100% مشکلاتی؟ خب یه سفر 800 روز خیلی طولانیه، کسی یه تیم ساپورتی نداریم؟ چرا، در هلند تیم داریم که اونا از راه دور رو از راه دور، ولی که اینطور نیست که مثلا یک نفر در کناری من در کشتی در اقیانوس در حال تنهایی، ولی که اینطور نیست که از نظر فکری فکر کنم تنها نباشم، چون من فهم میکنم که ما در هلندم گفتیم خیلی افراد علاقمند شدن و اسمشون رو روی کشتی میدن، مثلا میتونن چیز کنن، اسپانسر کنن. شما میخواستم بپرسم که مردم چجوری میتونن توی این پروژه شرکت کنن، همراه شما باشن؟ ببینید چند تا راه مختلف داره. مردم فهم میکنم مردم عادی میتونن همینطور اسمشون رو روی کشتی بدونن، ما روی کشتی میذاریم، بعد از طریق وبسایت میتونن چیز کنن، اسپانسر کنن. بعد ما شرکت ها میتونن هر سال حتی آدرس وبسایتتون رو میتونید. فارسیش که فارسی نیست، نه دیگه همون انگلیسی شو بگیم، ما هم میذاریم زیر تصویر. خواهش می کنم، nolimitsonearth.com این وبسایتمونه. بعد منظورم فیسبوک هم که منو بگردن پیدا میکنن دیگه،
چقدر عالی. خب برای کی شروع بشه مسافرت از شما؟ کجا و کی؟ از چه نقطه‌ای و چه نقطه‌ای تموم شد؟ برنامه‌مون این است که در نوامبر شروع کنیم و در سنگال در داکار شروع کنیم. منتها امکان داره به خاطر بعضی شرایط ما این مقدار اینو عقبش بندازیم، ولی که برنامه در حال حاضر این است که ما اون رو در نوامبر. از نوامبر یعنی میشه پاییز و زمستون، بعد اون موقع هوا هم خیلی خوب من... نیست نه و قسمت اقیانوس رو من نمیدونم. آره. حتی استواس تک و تنها اون وسط. آره. تک و تنها که نیستیم، بخیر مردم هستن، ما هم هستیم و با هم دیگه با هم دیگه میریم. و وقتی شما یه کاری رو میگن، سخنی که از دل برایت بر دل نشینه، شما وقتی یه کاری برای مردم میکنید، مردم هم بالاخره یه کاری خواهند کرد. اصلا چون... کاملا من الان هیجان رو میتونم شما ببینم، الان سفرش این اگر دوشار هیجان شدیم. من میتونم یه سوال واسه من خودم پیش اومده، یه مقدار اصلا شاید به تمام این داستانا بی ربط باشه. شما میگم خیلی شاید بی ربط باشه، شما موزیک خاصی با خودتون میبرین؟ خیلی جالبه. موزیک خاصی فکر نکنم با خودم، ولی یه کلکسیون موزیک احساس میکنم بهتون خودم. فکر میکنم که اگر شما اگر که کسان که دارن این اینترویو رو میبینن، شاید مثلا کسانی باشن که از موزیک سر در بیارن، میتونن کمک کنن با موزیک، ولی در حال حاضر کمک میکنه. یه چیزی که توی مسیر خیلی طولانی میتونه خیلی آره، ولی که میگم کسایی که مثلا علاقمند به موزیک هستن شاید بتونن منو کمک کنن. مثلا مثلا موزیک خاصی واسه قسمتی که در دریا هستین، مثلا موزیک خاصی تو ذهنتونه؟ ببخشید نمیتونم تو ذهنم سوال بپرسم. البته ببینید، شما دستگاهی در داخل کشتی دارید که مثلا مثلا آلارم میده وقتی شما یک صدایی میاد وقتی کشتی در نزدیکی شما، مثلا کشتی های بزرگ هستن که ما کشتی ما 6 متره، یک متر عرضش، 6 متر درازاشه، ولی که کشتی های بزرگ وقتی میان باید آماده باشید که وقت به هم برخورد نکنید. پس دیگه نمیشه همه روز و شب و موزیک گوش کرد و مثلا دانس کرد. من فکر کردم من میتونم اومد تو ذهنم. آره، ولی که موزیک حتما استفاده خواهد شد در زمانهایی که امکانش باشه، ولی که بیشتر سکیوریتی و امنیت خیلی لازمه. انرژی رو از کجا تراد توی تمام این مسافرت؟ گفتم شاید یه سیستم خاصی داریم. من فکر می‌کنم انرژی فقط برای مسافرت نیست، انرژی من قبلا به دست گرفتم چجوری نگرش می‌دارم. من فکر می‌کنم انرژی من از جایی میاد که وقتی مردم می‌خندن من خوشحال میشم و از اونجا من انرژی میگیرم. من منبع انرژی اونجاست. ولی که موزیک هم یک چیز خیلی خوبیه، میشه ازش استفاده کرد. ولی که بیشتر امنیت در مسافرت هست که خیلی لازمه. خب آقای همت، در آخر اگه صحبتی داریم برای دوستامون بفرمایید. من صحبت خاصی ندارم، فقط میخواستم بگم که اگر ما هممون با هم دیگه ببین، وقتی ما میگیم که اینجا خوب نیست، اونجا خوب نیست، اینجا مشکل داره، اونجا مشکل داره، من فکر میکنم فقط توصیه من به نوجوانا و جوانای ایرانی این است که وقتی شما میبینید جای ایراد داره، خودتون رو یک مثال بکنید برای دیگران. نشینید فقط بگید اینجا خرابه، اونجا خرابه. سعی کنید یه کاری بکنید. وقتی دیگران شما رو به عنوان الگو ببینن، اونا هم یاد میگیرن. وقتی ما به دیگران رو متهم میکنیم که شما بلد نیستی، شما نمیتونی، اون یکی نمیتونه، این سعی این توسعه رو جلوشون میگیره. وقتی ما من فقط تنها توصیه ام این است که سعی کنید یه الگو باشید برای دیگران و منتظر کسی هم نباشید. خودتون شروع کنید، چون دنیا منتظر شماست و وقتی شما منتظر باشید هیچ اتفاق نخواهد افتاد. دنبال کنید این سفر کشتی قایق چرخدار رو به دور دنیا و یک افتخار است برای فکر می کنم برای بشریت و حتی برای ما ایرانی ها که بسیار عضو کوچکی از جامعه هستیم. واقعا برای شما آرزوی موفقیت می کنیم. ان شاءالله که سفر خوبی داشته باشین. بعد از 2 سال و نیم، بعد از 800 روز یک بار دیگه ما شما رو اینجا داشته باشیم. مرسی ممنون، مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و مهمون برنامه ما بودید. زنده باشید، محبت کردید. خب ما همینجا با آقای همت‌نیا خدافظی می‌کنیم، میریم یه استراحت کوتاه می‌کنیم و زود برمی‌گردیم.